بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انسان در جزر و مد زندگی با خیلی از مصیبت ها درگیر میشه، مصیبت های فقدان کار، فقدان امنیت در جایی هستی و از دست دادن عزیزان. فرزند شما فوت میکنه، پدر مادر عزیزانی رو از دست میدی. خب فاجعه مصیبت خیلی مهم هست و خیلی هم سخته و یه نوع ابتلایی از جانب الله متعال هست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. این مصیبت که در مال باشه، در جان باشه، در زندگی انسان بیاد، این صبر میخواد. صبر هم خود رو خفه کردن نیست. صبر باید رضایت توش باشه، باید احساس شادی باشه. صبر وقتی شما ابراز میکنید برای خداوند متعال، احساس میکنید که دارید یک عبادتی رو پیش میبرید. این فرد وقتی که به این مرحله رسید، وقتی که صابر شد، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، این چک سفید از جانب الله میگیره که روز قیامت صابر رو اجرش بغیر حساب هست. یعنی صابر وقتی که از قبرش بلند میشه، مستقیم میره بهشت، هیچ حساب و کتابی نیست و مستقیم میره وارد بهشت میشه. اینها صابران هستن. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. اونایی که وقتی که مصیبت میاد، یعنی مصیبت خیلی سخته، قرآن مرگ رو به عنوان مصیبت، مصیبت الموت یاد میکنه. یعنی مرگ یک مصیبت، مرگ عزیز، مرگ پدر، مرگ مادر، مرگ عزیز برادر، عزیزی که هست که بر انسان رو میشکنه. اما اینجا تو میایی وقتی که این مصیبت اتفاق افتاد، میایی فوراً اون رو قالب بندیش میکنی. قالبش چی هست؟ انا لله و انا الیه راجعون. الیه راجعون قالبش. آقا ما از طرف الله اومدیم، ولادت ما بدون اختیار ما بوده، از طرف الله متعال خواست الله بوده که من انسان نوعی، من کودک به دنیا بیام. الان من همین انسان نوعی بخواست الله و این نایله راجعون مردم. یعنی مرگ چیزی هست که از کسی از گریزی نداره. مرگ شطوری هست که دم خانه هر کسی اتراق میکنه، فرود میاد در هر خونه. یعنی مرگ حتمیست. اون وقت وقتی که شما مصیبت رو، مصیبت مرگ رو قالب بندی کردی، احساس آرامش میکنی. ما از جانب الله این جانب الله هم ده میکرد. پس مرگ حتمیست. پدر مادر هر کسی رفت، باید میرفت، عجلش اومد، حتما میرفت. حالا که رفت، من این بنده چه کار بکنم؟ وقتی قالب بندیش کردی فهمیدی، واقع گرا شدی فهمیدی که من اینجا صبر میکنم. ابشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه. برای اونها از جانب الله صلوات و رحمت میاد، آرامشی رو الله متعال بر قلبهاشون میندازه که اصلا تصورشو نبود. روزی که خبر وفات مادر به من رسید، فکر میکردم اگر مادرم از این دنیا بره، من شاید دیوونه بشم. اما چون که قالب بندی رو یاد گرفته بودم، یک رحمت و آرامشی از جانب الله متعال نصیبم شد که اصلا نفهمیدم چطور گذشت. تنها یادگاری که در دنیا داشتم پدر بود. پدر که رفت، کمر انسان با رفتن پدر شکسته میشه. حالا میخوای عمرت چقدر باشه؟ میخوای اصلا بین تو و پدر رابطه ای نیست، تو مستقل شدی، زندگی تموم فلان الان. اما وقتی که پدر رو از دست میدی، احساس میکنی یتیم شدی. در این حالت قالب میای تو قالب، انا لله و انا الیه راجعون. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. صلوات و رحمت الله متعال میاد. این مصیبته. وقتی مصیبت میاد، یه مهمترین که این عروج ایمانی شد، عبادت رو یادت نره، نعمت شکر، که در وقت رفتن عزیزت شکر الله رو به جا بیاری. تو اینکه پدرت یا مادرت وفات کرد، چطور وفات کرد؟ مگر نه این است که خداوند به پدر و مادرت نعمت ایمان رو داد؟ یعنی وقتی که وفات کرد با ایمان رفت؟ بله واقعا پدر و مادرم با ایمان رفتن.
مگر نه این هست که اونها اهل طاعت و عبادت الله متعال بودن؟ بله بودن. اهل ذکر و یاد الله بودن؟ بودن. اهل وقتی که از این دنیا رفت شهادت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله گفت؟ بله گفت. پس مژده پیامبر برای کسی که از این دنیا وقتی میره شهادت میگه بهشته، این حتمی بهشته. یعنی وقتی طرف میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و قبض روح میشه، این فرد رو خدا خواسته. چطور بر زبانش این رانده شد؟ چطور بر زبانش این کلمه اومد؟ چون که این کلید بهشته، خداوند متعال کلید رو در اختیارش گذاشت، آقا بیا بهشت بازش کن برو داخل. این بهشتیست، حتمنیست. حالا که ایمان با ایمان رفت، آقا در آخر عمرش مریض بود، یعنی چی؟ یعنی کفاره یه گناهان و رفع درجاتش بود. خداوند این بندش رو میخواد ببره بالا، در این دنیا حسابش رو بالا میکنه. عمری بهش داده بود، آقا موهاش در اسلام سفید شده بود، به از اینو بهتر چی؟ پس وقتی که خداوند متعال عزیزی رو از میان شما برمیداره، این عزیز درسته که با رفتن این اون دستهای دعایی که برات بود از دست دادی، یعنی برای شما این مصیبته، اما این مصیبت جای افتخار داره. این مصیبت چون که با ایمان رفت، چون که با ذکر الله رفت، چون که با شهادت اسلام رفت، چون که در مسیر دعوت اسلام بود، چون که سالیان سال بر اسلام و بر دین و افتخار میکرد در اسلامش، اینجا نباید ما از نعمت شکر غافل باشیم. نباید پتک سنگین مصیبت ما را از شکر و حمد الله متعال غافل کنه. اینجا باید بگی الحمدلله، الحمدللهی که به پدر و مادر من ایمان رو ارمغان داد، الحمدللهی که به برادر و عزیز من که از دنیا رفت اون رو با ایمان برد، با نام خوش برد. چقدر افرادن که میرن، میرن با نام بد، میرن با کفر بالله، میرن و مردم میگن الحمدلله که شرش از سرمون خلاص شد، جامعه نفس راحت میکشه چون به فلانی مرد. اما وقتی که کسی میمیره و آسمان و زمین به حالش گریه میکنن، وقتی که میمیره و خداوند متعال هزاران هزار نفر رو توفیق میده که برای اون دعا کنن، از افرادی که دعا میکنن از علما هستند، از صالحان هستند، از اهل قرآن و اهل ایمان و اهل جهاد و اهل دعوت و اهل، یعنی وارستگان، پرهیزگاران، همه اینا اونا نمیشناختن، اما شنیدند که همچنین کسی از این دنیا رفته براش دعا کردن. اینها همه علامت چه هست؟ علامت قبولی یک انسان هست در درگاه الله متعال. چرا که ما انسانها شاهدان و گواهان الله روی زمین هستیم. وقتی که کسی مرد و همه انسانها میگند خدا رحمتش کنه، حضرت امام احمد به طاغوتیان و ظالمان میگفت که آقا ما توی دنیا چیزی نمیتونیم بگیم، بین ما و شما میادگاه ما جایی که میگه من کی هستم شما کی هستم روز جنازه هست. این همه مردم به جنازه این میت اومدن، این همه براش دعا کردن، این همه به سلام اونو ذکر خیرش رو کردن در مجالس مختلف، در کشورهای مختلف، در جاهای مختلف، اینا همه چی؟ علامت قبولیت در نزد الله هست. و الا الله متعال هیچ کسی رو از اینا رو توفیق نمیداد که براش دعا بکنه. پس اینجا واجب چی هست؟ واجب شکر الله، نعمت شکر. هرگز در مصیبت از عظمت الله غافل نشیم، هرگز مصیبت ندا و لذت شکر و سپاس الهی رو از زبان همون حذف نکن.